بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام خدمت بینندگان عزیز کانال مسلمان تی برادران یمنی کولاک کردن خیلی سریع بریم ببینیم داداش یحیی سری چی میگه بیان صادر عن القوات المسلحه اليمنيه بسم الله الرحمن الرحیم قال تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقین صدق الله العظيم ردا خب خیلی سریع بریم سراغش ببینیم که ایشون چی داره میگه برنامه زیاد طولانی نشه دو تا کار بزرگ انجام دادن یمنیا امروز 8 ساعت طول کشیده خیلی ها 8 ساعت یه ناو هواپیما بر رو زدن به اسم ابراهام لینکلن که حالا رو نقشه بهتون نشون میدم کجاست و چطور شده اونم با موشک های کروز و پهپادهای انتحاری در کنارش دو تا ناف شکن آمریکایی در دریای سرخ رو با موشک های بالستیک به علاوه پهبات های انتحاری زدن این در حالیه که آمریکایی ها و بریتانیای های سقیر تو ساعات گذشته بارها و بارها به یمن حمله کردند تلاشایی هم داشتن برای ترور رهبران ارشد و فرماندهان زبده یمنی ها که البته قبلا یکی از فرماندهان زبده یمن رو در عراق به شهادت رسوندن که تعدادی از نیروهای هشت و هم اونجا بودن اما نکته مهمی که اینجا الان وجود داره آمریکا و اعتلافش تلاش کردند که با حمله به یمن به نوعی جلوی حملات یمنی ها به کشتی های به مقصد اسقاطی رو بگیرن و در کنارش تلاش کردند که تسلیحات یمنی ها رو مورد اصابت قرار بدن تا دست اونها خالی باشه اینها فکر میکنن اون تونل هایی که در قزه هست یا شهر موشکی که در زمین های لبنان در زیر زمین هست یا شهرهای موشکی متعدد ایرانی ها فقط در همین سجاست اما فکر نمی کنن که یمن هم شاید پیشرفت ترین تونل ها رو داشته باشه شاید زرادخانه اصلی یمنی ها جایی باشه که اصلا آمریکایی ها به ذهنشون هم نمیرسه البته اینها تلاش کردن با بمب های سنگر شکن اقداماتی رو انجام بدن که اون هم ناکام بود اما جایی که عملیات انجام شده در این منطقه است که حالا روی نقشه ها به دریای عرب معروف است که دارید میبینید اینجا خلیج عدن اما دوتا تا ناف شکن رو در دریای سرخ زده با این حرکت یمن نشون داده که همچنان این دو مسیر مهم دستشه اگر روزی روزگاری تنگه هرمز بسته بشه که ایران مصمم هست به اینکه اگر معادلات منطقه رو بخواد عوض بکنه و اتفاقاتی بیفته که آمریکایی ها یا اسقاطیلی ها بخوان تنش ها رو افزایش بدن در کنار اون ما شاید بسته شدن بابل مندب هم خواهیم بود خب مقدار زیادی از انرژی جهان از این دو تنگه مهم داره میگذره وقتی یمنی ها در هر دو مسیر هم در دریای سرخ و هم در خلیج عدن دارن عملیات انجام میدن با شجاعت تمام یه زمانی این ناوها هر جا میرفتن حکومت در اون کشور ساقط میشد فرماندهان ارشد نظامی به خودشون میلرزیدن که این ناو داره میاد سمت ما چه کار کنیم یمنی ها بیخ گوششونه آمریکا بریتانیای صغیر و متحدین اینها در اون ائتلاف کذایی اما همچنان در مقابلشون ایستادگی میکنه و میزنه نکته شگفت آور این دوتا عملیات اینه که 8 ساعت طول کشیده یعنی آمریکایی ها زمان داشتن که بتونن اقداماتی انجام بدن جلوگیری بکنن از این حملات اما ظاهرا موفق نشدن و یمنی ها تونستن آسیب هایی به ناو و دوتا ناو شکن آمریکایی ها بزنن که البته طبق معمول آمریکایی ها این رو کتمان خواهند کرد امیدواریم که یمن تونسته باشه تصاویری از این عملیات رو ضبط کرده باشه که در ساعت آینده احتمالا منتشر بشه اگر تصاویری ضبط شده باشه که اگر این تصاویر منتشر بشه حال آمریکایی ها دیدن داره دو تا حالت داره بعد از اینکه این تصاویر اگر منتشر بشه یا آمریکایی ها حملات رو تشدید میکنن به خاطر اینکه خودی نشون بدن یا اینکه مثل دفعات قبلی یه چند وقتی تو افق محو میشن به خاطر اینکه شدت عمل یمنی ها رو دیدن و ممکنه حتی پیشنهاداتی به یمن دوباره بدن چون اینها کارشون بر مبنای تهدید و تطمیع هست دیگه هر از گاهی تهدید میکنن که آقا میزنیم ال میکنیم بل میکنیم یه زمانهایی هم میان تطمیع میکنن باز سیویل میدن مثلا میگن آقا ما فلان امتیاز رو به شما میدیم این کارو نکنید شما رو به عنوان مثلا دولت رسمی یمن میشناسیم دیگه مثلا به کشتی اسقاطی نکنید از این باچه هم سابقه داشته دادن قبلا و بهش پرداختیم اما در کنار این خبر مهم و مسررت بخش شیخ نعیم قاسم دبیرکل کل لبنان گفته که هر موشکی که به تلاوی برسه دو میلیون نفر رو فراری میده که ما تو برنامه امروز ظهرمون به فرار ساکنان حیفا اشاره کردیم البته دیشب هم یه برنامه داشتیم امروز به اعتراف شهردار حیفا پرداختیم که گفته بود اوضاع اقتصادی در حیفا خوب نیست همه اینها نشون میده که محور مقاومت کارش رو داره خوب انجام میده و اون استراتژی اللهم بیربیری که دو سه روز مطرح کردیم و دوستان خیلی لذت بردن از این استراتژی داره خوب کارش رو انجام میده اما نکاتی وجود داره در آینده منطقه اتفاقاتی که داره میفته اسقاطیلی ها موج دوم عملیات زمینی خودشون و حمله به لبنان رو شروع کردن طبق ادعای برخی رسانه های ابری زبان که فکر میکنم تقریبا یک ساعتی میشه که این خبر منتشر شده چه اتفاقی میفته از این به بعد؟ اسکاتیلیا ادعا کردن که با ورود به برخی مناطق مرزی و نزدیک مرز و روستاهایی که تو این مناطق دارید مشاهده میکنید تونسته به زرادخانه حزب الله ضرباتی بزنه مثلا تونل هایی رو کشف کردن از این حرفا و یه سری فیلم ها منتشر هیچی هم منتشر میکنن هیچ هم بعید نیست یعنی بیان اینجا مثلا یه تونلی رو پیدا کنن وارد بشن اونجا تجهیزات و تسلیحات حزب الله هم باشه اما آیا این به معنای پیروزی اسقاطیل هست تا این لحظه خیر چرا اسقاطیلی ها در سال 1982 اومدن حمله کردن جنوب لوبلان رو گرفتن سالها طول کشید تا حزب الله بیاد سر کار وقتی حزب الله اومد سر کار تو جنگ 33 روزه تو سال 2006 پدر پدر جد ها در آوردن و اونا مجبور به خروج از لبنان شدن استراتژی که ها در اون جنگ پیاده کردن استراتژی بود که آمریکا در جنگ با عراق و افغانستان داشت حملات سنگین و حجوم هوایی آمریکایی ها در این دو کشور هم عراق و هم افغانستان باعث پیشروی سریع اونها میشد اسقاطلیا فکر کردن که این استراتژی در لبنان هم جواب خواهد داد همون کاری که در غزه هم کردن دیگه اون ابتدایی که ورود داشتن بحث حمله زمینی شد جنگنداشون اومدن بمباران میکردن نیرو زمینی می کرد هرچند اونجا هم طول کشید اما در لبنان به یک اشتباهی دست زدن که اون هم موفق نبود و این همون استراتژی سابق بود که آقا ما حمله هوایی میکنیم که پیشروی زمینی تسریع بشه اما حزب الله نیروهای متفاوتی در جنوب داشت و الان هم همینطوره تو همون سال 2006 اینا میمدن یه لحظه ظاهر میشدن یه ضربه به اسقاطیل میزدن یهو ناپدید میشدن غیب میشدن این برای اسقاطیل شد یه معما که ما با اینا چطور باید برخورد بکنیم تا رسید به این اواخر که در سال 2024 هستیم بحث انفجار پیجرها مطرح شد یعنی اسقاطیلیا به این نتیجه رسیدن که اون استراتژی آمریکایی اینجا دیگه پاسخگو نیست با توجه به که تجربه کرده بودن در سال 2006 اما باز امتحان کردن در جنوب لبنان یعنی بعد از شهادت سید حسن نصرالله هم امتحان کردن اما قبل از این مسئله بحث پیجرها هم گوشه ذهنشون بود یعنی دو تا استراتژی رو در کنار هم داشتن تو بحث پیجرها هم برآوردشون این بود که با انفجار این پیجرها و زدن فرماندهان ارشد حزب الله از اون طرف رهبر حزب الله رو ترور کنیم دیگه کار تمومه حزب الله از هم میپاشه اما این انسجام نیروهای حزب الله و عدم وابستگی اونها به فرماندهان ارشد در روزهای سخت تمام معادلات اسقاطی رو به هم ریخته بنابراین این حملاتی که داره از طرف محور مقاومت به اسقاطیلی ها میشه بر مبنای یک صبر استراتژیک هست که این برای اسقایلی ها سمه الان رفتن سراغ حیفا که تو برنامه امروز و دیروز بهش اشاره کردیم و اگر این مسیر ادامه پیدا بکنه پهبادها ورود پیدا بکنن به این جنگ نابرابر میتونن معادلات رو به کلی عوض بکنن که بعد بریم سراغ تلاوی ان و اون صحبت شیخ نعیم قاسم تدایی خواهد شد که هر موشکی که به تلاوی برسه دو میلیون نفر آوارن و باید تو کوچه خیابون دنبال پناهگاه بگردن و بعدش اون امنیت روانی برای ادامه زندگی و کسب و کار حضور در اداره و محل کار رو هم نخواهند داشت و از دست میدن و مجبورن دکمه فرار رو بزنن و به سمت فرودگاه گور, به گور برن که امروز بعد از حملات موشکی و پهبادی حزب الله برای ساعاتی ظاهرا دوباره تعطیل شده یا علی التماس دعا خدا نگهدارت